سلام عرض میکنم خدمت همگی، سال نو و نوروز باستانی و به همتون تبریک میگم. امیدوارم که امسال سالی پر از آرامش، صلح و موفقیت بر همتون باشه و یه سلام ویژه هم به مخاطبین جشنواره نوروز. برای سال جدید من قصد دارم که آلبوم جدیدم رو که اولین آلبومم هست رو منتشر بکنم که حاصل چندین سال کار و تجربه برای من بوده و فکر میکنم که دیگه وقتشه که باهاتون به اشتراک بذارمش. خب اصولا کسی که منو شخصا میشناسن میدونن که من نسبتا شخصیت منعطفی دارم و این مسئله برای موسیقی من هم تأثیر بسیار زیادی گذاشته، از این بابت که من همیشه نسبت به تجربه کردن موسیقی جدید، یاد گرفتنشون از هر نوعی، همیشه علاقه نشون دادم. حالا درسته که ممکنه بعضی از موسیقی بیشتر، بعضی از موسیقی کمتر اجرا بکنم یا دوست داشته باشم، ولی همیشه دوست داشتم که تجربهشون بکنم و احساس میکنم که این تأثیر خیلی زیادی تو انعطاف پذیری من در موسیقی گذاشته و این هم باعث شده که حتی موسیقی هایی که من ساختم برای آلبومم هم به همین صورت باشه. یعنی هیچ جبهه‌ای توش نیست و من سعی نکردم از متریال خاصی استفاده بکنم. من سعی کردم که اون چیزی که حاصل چندین سال یادگیری، تجربه و از هر نوع موزیکی یا هر نوع فرهنگی بوده رو و در نتیجه من تونستم همه اینا رو حذف بکنم و بشه برای خودم، تونستم اینا رو باستاب بدم تو موسیقی که تولید میکنم. خب به عنوان نوازنده بیس، اصولا کار بیسیستا یه مقداری خیلی شبیه به آهنگسازا، در این صورت که معمولا لاین نوشته شده براشون وجود نداره. یعنی معمولا یا آکورد یا خودشون باید لاین خودشون رو بنویسن و این به نظر من خیلی اتفاق خوبیه، چون باعث میشه که خلاقیت نوازنده یا اون آدمی که داره اون سازا میزنه بیشتر رشد بکنه و فقط به اصطلاح یک نوازنده که فقط یه پارت نوشته شده رو اجرا میکنه نباشه. یعنی شما باید از خلاقیتتون استفاده بکنید و خوشبختانه این موضوع خیلی به من کمک کرده، از این بابت که چه به عنوان نوازنده وقتی با گروه مختلف ساز زدم از هر استایلی، حالا چه توفیق اجباری بوده یا چه گروه ها و موسیقی هایی که دوست داشتم، منو تو اون کانسپت و تو اون سکیل جا داده که من بتونم خلاق باشم و وقتی که شما بتونید تو موقعیت های مختلف آدم خلاقی باشید و سعی بکنید که خلاق باشید، این در نهایت برای موسیقی خودتون در نهایت وقتی بخواید تولید بکنیدم بهتون خیلی کمک میکنه. منظورم اینه که اگه یه مقداری ریستر بخوام توضیح بدم، اینه که من چند نوع دیدگاه دارم وقتی که یه موسیقی رو دارم تولید میکنم. یعنی من هم میتونم یه مقداری مخاطب عام رو در نظر بگیرم و مخاطبی که موسیقی اصیل رو دوست دارن، مخاطبی که موسیقی جاز رو دوست دارن، یا یه کسی که حالا فقط موسیقی فولک ارمنی رو دوست داره و این دیدها با هم دیگه در نهایت به من کمک میکنه که بتونم به یه بالانسی برسم و در نوازندگی هم خیلی این موضوع در واقع برجسته است، چون که تو موقعیت مختلف و تو اجرای مختلف و موسیقی مختلف شما مجبورید که ریاکشن مختلفی داشته باشید نسبت به لاین و نسبت به کاری که تولید میکنید. برای من خیلی پیش اومده که لاینایی رو معمولا زدم که شاید خیلی باهاشون خوشحال نبودم، ولی به این فکر کردم که باید به موسیقی کمک بکنه و این اتفاق در آهنگسازی خودم هم خیلی بهم کمک کرده. آلبوم من در مادرید رکورد شده، یعنی بخش بیشتر بخش آنسامبلش رو در مادرید رکورد کردیم در استودیو کامیلیون و دلیل رکورد شدن این آلبوم در مادرید این بود که
چون موسیقی من همینجوری که گفتم بخش خیلی زیادی داره و بخش موسیقی فولک درش یه نقش اساسی رو بازی میکنه، به همین دلیل من با نوازنده های بیشتر راحتم کار بکنم که یه مقداری این بکراند رو دارن و موسیقی اصیل یا از هر نوع موسیقی فولکی رو گوش کردن و در واقع خیلی باز و خیلی راحتن برای پذیرفتن موسیقی جدید. یعنی هر چقدر که موزیسین ها ذهنشون بازتر باشه نسبت به پذیرفتن موسیقی جدید، باشون راحت تر کار کردن، حالا جدا از هر توانایی که دارن. و دلیل رکورد کردن آلبوم در مادرید این بود که همه اون نوازنده‌ای که باشون کار کردم همشون اول از همه در کار خودشون جزو واقعا بهترین های خودشونن تو اسپانیا، به غیر از شاهین فتحی که زحمت درامز کشیده که ایرانیه، بقیهشون تقریبا همشون اسپانیایی هن. دانیل گارسیا پیانیست خیلی خوب، روبرتو نیاوا ساکسیفونیست خیلی خوب و میرون رافایلوویچ که از بوسنی هرزگوویه و بقیه آرتیستام بعدا روش رکورد کردیم. و دلیل من اینه که این آدم ها موسیقی منو خیلی خوب فهمیدن، من خیلی کم بهشون توضیح دادم، اما اینکه خودم تو آمستردام زندگی میکنم کمتر آدمی رو دیدم که انقدر خوب ارتباط برقرار بکنه با این موسیقی. و دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این آدم ها اول از همه یه موسیقی فولک برای خودشون مثل فلامنکو دارن که خب به حال این موسیقی دستگاه خودمون دستگاه خودشون رو دارن، یا مثل فرم خوانندگیشون خیلی شبیه موسیقی ایرانی. و اینم باعث شد که خیلی همه چی راحت تر پیش بره و من کمتر تو این چالش باشم که به نوازنده های غربی بخوام یه سری بیسیک ها و یه سری در واقع دیتیل ها رو توضیح بدم. امروز برای من مثل حس شروع جدیده، مثل خوشحالیه. یعنی همیشه برای من اینجوری اتفاق افتاده، هر چقدرم که سال بعدی بوده، ولی هر وقت چون با فرارسیدن بهار نوروز میاد فکر نمی کنم برای کسی حس غمگینی داشته باشه. و احساسم نمی کنم که این فقط متعلق به نوروز باستانی، فقط متعلق به ایرانی ها یا کسی که جشن میگیرنه، میتونه برای هر کسی اتفاق خوب و خوشحال کننده ای باشه، همینطور که ممکنه سال نو میلادی برای ایرانی هم حس شروع جدید باشه یا حس خوبی برای هر نوع آدمی باشه. و من احساس میکنم که آلبوم منم یه همچین حسالی داره. یعنی اینکه من هیچ وقت برای یه ژان و مخاطب خاصی این موسیقی رو تولید نکردم، سعی کردم که 100% خودم باشم و هر آنچه که در درون من اتفاق میفته رو باستاب بدم. و احساس میکنم که چون خیلی موسیقی مختلفی در قالب‌های مختلفی در موسیقی من هست، به همین دلیل این حس و این نوروز برای من تداعی میکنه که برای یه عده آدم خاص و مخاطب خاصی نیست. یعنی احساس میکنم که شاید هر کسی بتونه ازش لذت ببره. و در آخر میخواستم دعوتتون بکنم به دیدن یکی از اجرای من و یکی از قطعاتی که در آلبوم خواهد بود به اسم دوری، که 3 ماه پیش برای کنسرت فارغ التحصیلی من از کنسرواتوار آمستردام در سالن بیم هاست با دوستام اجرا کردیم و امیدوارم ببینید و لذت ببرید.